ماکارونی زودی آمه آزر شد. مهتاب ای مونس عاشقان، روشن رایی آسمان. یکی از بچه های فرانکفورت خودش بیاد مانه کیه اولی بار دارم تعدیق زیاد تعدیق شد سوزوندم نون سیاهه بچه سوخته نشده اینجوریه دیگه تعدیقه جلوی مهمان که خودم هستم تعدیق سوخته میذارم تا دیگه اینقدر تعدیق نکنه دیگه من باشم تغییر نکنم مهمان خودم هستم و شما بخوری مگه خیلی اینجا بودی خب بسه خب بچه ها آشپزی منو که دیدید سوزندن منم دیدید آخه تدی آخه تو پلو پس کجا میسوزونی؟ وای 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 حالا یه ذره با ادب باشیم یه ذره مؤدب باشیم یه ذره هام 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 نکنیم یکم وایس تا اینجا یکم بیا اینجا یکم تو اینور باش تو بیا برو او قوری به این میگن قوری افغانا خب میگم که دیگه نصف نیمه افغان شدیم دیگه خب دستمالمونو بیاریم بذاریم و ببینیم غذایی که امروز میخواستیم بخوریم با شما آخه چجوری میشه وای 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 چه لباس خوشگلی مرسی اولین بار من رفتم اون چمدون رو باز کردم اولین باری دارم این لباس رو میپوشم و درست که وای 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 ولی بچه ای وای چه بیالونی یا یامدن آخستم بلا بالا منم آبروم بلا پاردن ای اچه ببینیم کار من نبود کار جن نبود کار جن نبود کار جن نبود نه نه نمیخورم نمیخورم نه اصلا یه چیزم بهتون بگم
این نون، نون سیاه سیاهه. خب بعدش من به خاطر اینکه نون سیاه دیر چیز میشه، خیلی تعدیقش خیلی خوشمزه میشه ولی دیر تعدیق میشه اینا. بعدش سالا با سس، اصلا قبل از این بیام یه سالاد بخورم. بچه ها تو سالاد توفو هم گذاشتم. این همه سالاد میخوای خودت بخوری؟ خب البته همشو نمیتونم بخورم ولی دیگه یه ظرف دیگه نمیارم چون یا خودم میخورم یا بازم خودم میخورم یا این کل مهمانی که بیاد میگم که برو لایو ببین بعد بیا سالاده بخور. سالاده بسیار عالی با همون سس بالزامیکو و روغن زیتون و نمک. کلن نون زود میسوزه ولی این نونو من نونای اولین بار داشتم میذاشتم نازک بود. چقدر با پوز اومده بودم که چقدر با پوز اومده بودم ولی این بغلاش خیلی خوبه. خرچ خرچ من آب ماکارونی هم دور نمیزم. نگه میدارم فرداش سوپ میکنم. حالا از این بر میخوری یا از این بر میخوری کدوم میخوری؟ روزمرگی های منه دیگه. تو نهایتش سب کن. به 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 به. مثلا میخواستم با قاشق و چنگال بخورم ولی خب با دست میخوریم دیگه. به این لباس و اینا با دستمون میخورم. اینم اینجاش سیاه شده ولی بزن پیه من پشتشو بخورم. بسیار خیلی خوب. تو برو. نه اینجا خوبه. برو بقیه. خیلی خوشمزه شده. توفو 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 مفو کم با سختی. بچه ها ما کوچیک بودیم تو تبریز. من تا کلاس پنجم هم تبریز بودم. بعدش ما اصلا ماکارونی رو نمیشناختیم.
بعد ماکارونی رو وقتی شناختم، این خوبه، این خوبه بچه ها، نگران نباشه. چقدرم طعمش وای 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 اصلا بیرش کنم لایک مایگو بیرش کنم آخه خیلی جای خوبی افتاده نه هیچی نشد کدوم میتونم بخورم این سوسه چقدر خوب آخه سالاد بخورم ماکارونی رو بخورم توفو رو بخورم موفو رو بخورم من فکر کنم یه روزی در حین غذا خوردن با شما تو حالت ترانس برم اینقدر که عالی نه اینو نمیخورم بچه نگران نباشه نمیخورم هم میری تو بازیافت خاک این کوچک اینجا تو بخورم برای اینکه بچه ها مطمئن بشن که من اینا رو دوباره نمیخورم برو تو بیو رفت تو بیو تو بودی از همین بچه تو هم بیم بچه دو چایتون دیده بشی توفو موفو چقدر خوب بودیم من نمیدونستم بچه یادم رفت این لباس ها کی آورده اصل استه و شهناز یکیتون بگید کدومتون رو آوردید فان باید بیاد وای چقدر خوش مزاز با دستمون بخوریم دیگه بیا ببینیم خاشق چون حالا اگه تو چی پیش شدی با تدیرشون تو هم بیا اینجا عجب حضورشون اینو دیگه همه شو بخورم نه تو نسختی
میام کامنت ها رو میبینم بعدا. اصلا موبایل ها رو ندیدم. بذار ببینم. وای چقدر قشنگ میخوای. آخه نه در این قابلمه رو ببیس. نه قابلمه رفته اون بر. با ترشی. ترشی نمید. یعنی محشر یعنی اش بای دیوانوار خوشمزه است. از این سرکه هفته یه بار غذا بخور اینجوری بخور دیگه. خیلی خوبه که به لبت هم بچسبه. فریش عالی. چکم بیام بهتر. یه کامنت ببینم. تردیک تنبایی. آره راست میگه. شبیه چیزاست دیگه. شبیه این گرداش. من براتون نونش رو نشون میدم. الان نه. الان نه. پیلن آره. شبیه تنبایی آره. واقعا چون ملوتش خوشمزه کرد. یه تو وسط داغه نمیدم چجوری بخورم میتونستم. اوکی نه دیگه خیلی بزرگ شده با پایی.
یعنی میخوای همه اینا رو بخوری؟ I don't know. نمیدونم. برای آینده، در آینده تصمیم میگیری. فعلا این لحظه رو نمیگم. زنجفیلاش کجاست؟ چه خاطر عالی هست شما؟ چون هیچ کس هم خالی نیست، هر کس بعدم بیاد اینا رو بخوره جای اونه. نیومدم خودم میخورم شاید، اما فعلا. پس چون توفو چقدر خوبه، من نمیدونستم. خیلی جالب شد. کم کم دارم سیر میشم. سوس موساشو برداریم. یه دونه این وسط کامنت ببینیم. خب اشکال نداره، اون کامنت هایی هم که دیدیم اشکال نداره. اشتهای ما با این کامنت های شما به هم نمیخوره. یه نوع چیز از زویا، محصولاتی فرآورده ای از شما. آن سویا میگید دیگه، شما میگید سویا، ما میگیم زویا. تغییر خیلی نسخته و این سخته، این سخته، این نمیخوره. اینو توشو میخوره. تقلبی همون بقیه هاشو خودم. باید ارگانیک آشغال ارگانیک.
گوشه هاش هم تهدیدهای ماکارونی داره. تو موقعی که غذا میخورم اگه کسی بگه اینو نخور اونو بخور، کم خوردی زیاد خوردی، بالاخره یه جوری بخواد نظرش رو مطرح کنه و اون لذت و ساعت منو به هم بزنه، اونم توفو. وای خیلی خوشمزه شد. الان خیلی خوشمزه. الان بخوام بخورم. بیا پیچ ببینیم چجوری بتونی اینجوری بری. خیلی سر صدا نکن. بسه دیگه. شما رو بخورم یا نخورم خیلی خوشمزه هستید، ولی یه ذره بذارید فکر کنم بعدم اگه اشتباه اومد میخورم. شما که میمونید برای بعد، یکم شما بیا جلو. دستمو نگاه. خوشم میاد. بسیار بسیار سالاد خوبی بودید. فعلا همین. آخش. میبینید. یه دونم اینو میخورم و فرتیک. فینیش. میاد اونجا برای پام برون بر. دستم رو یه دقیقه بشورم بعد بیام نوبت شما میشه. ببینم که آه دستم رو نزنم بیام دستی من میزنم چند نبر. خب نیم ساعت خوردم، خیلی خوب بود، بسیار بسیار عالی بودیم، بسیار بسیار عالی بود، خوب بودی. نمکت یکم کم بود ولی همون خوب بود. تهدیگام که اشکال نداره دیگه، پیش میاد و بدم نیست پیش اومد، وگرنه همه رو میخوردم. دستان بشورم بیام. یه لحظه شما لاست تراپی کنید، من این موزیکه رو بذارم، یه دقیقه برم دندونامو نگاه کنم بعد بیام.
نه من نوشابه نمیخورم ولی اینو گذاشتم. الان میام براتون رژ میزنم، بذار اینو بخورم بعدا. ریشم هم دیگه لیزر اینا نمیزن. اصلا اگه لیزر خودش اومد اومد، نه ایمد ما نمیریم سراغ کسی. آره من چند سالم، 34 سالم بود،
چند تا از اینا رو رفتم توی آرایشگاهی گفت بعد رفتم دیگه بذارید موج بدن اونی که باید باشه و با من و ارتباط برقرار ترچی دامش بابا یخت دا تا ترچی دا دانشورم دا آراده برده. خب اصلا جواب اونایی که فوش میدن و میدن و بذارید بدن. خب اینم از لیمو سنگینه تو لیمو سنگ توش نیست زیاد نه خوبه و میخواین یکم هم یه ذرم یک کوچولو چیز کنم اصلا بسیار بسیار غذای خوشمزه بود بسیار بسیار همش با عشق شما خب عزیز دل زیبایی هست این هم مرسی مرسی من میدونم چقدر ارتباط های قشنگی بین من و با بچه های دیگه به وجود اومده اگه این آشغال هایی هم که میان اینجا چرت و پرت میگن نباشن که دیگه ما بایستی فاتح اینا این نشونه دیگه اینا نشونه است این نشون میده که چقدر لایوهای من اهمیت داره که اینا میان با این قصد که حتما حالا چیه یه غذا داریم میخوریم یه ارتباطه ولی تأثیر حتی همین غذا خوردن رو آدم ها میبینه رو ارتباطات میبینه امروز داشتم در حین این که قبل از امروز با قرار مشاوره داشتم با رویا بهش گفته بودم بعد از لایف ولی وقتی دیدم اون لایف رو انجام دادم گفتم خب وسطش بیا تا من دارم مکارون رو میپزم کارا رو میکنم نمیدونم سالاد رو درست میکنم تا هم باش لایف خیلی جالب بود مشاورش این بود که میگفتش که منم الان چند روز پیش مثلا حسشو نداشتم غذا بپزم بعد به عثمان همسرش میگه که خب نه غذا نمیخوام بپزم بعد گفت خب پس چی بخوریم گفت برو تو یخچال نگاه کن یه چیز پیدا میکنی اینو خیلی همسرش هم خیلی خوبه وای چقدر لباسه خوشگله واقعا راست میگید هر کی داده نمیدونم عسل داده اینو استه داده یا شهناز داده خیلی خوشگله اولین بار پوشیدم ولی اینو این چقدر خوشگله اینا رو فکر کنم اینو که دیگه فکر نمیم مطمئنم اینو سمیرا داده خیلی قشنگه
تو این بسته جدیدی که بود. بذارید جلوی منم فوش بده. بذارید جلوی منم فوش بده. مگه اون خانمه نداد؟ من تو عمرم یادم نمیاد تو عمرم به فوش کسی جواب داده باشه. اصلا یادم نمیاد. یعنی بگم یه صحنه ای تو زندگی من باشه که یه نفر فوش داده باشه، من وایستم مثلا بگم خودتی فلانی بهمانی نمیدونم چرا به من فوش میدی. وایستم گفتم که خب هر وقت فوشات تموم شد یا محیط خارج چیز کردم یا از محیط خارج شدم. یه بار یه دوستم من به اسم جاله اومده بود تو اون خونه قبلی، بعد خیلی جالبه، بعد گفت زیبا من خیلی میترسم با دعوا کنم بعد تو رو از دست بدم. گفتم خوب از این که میترسی این اتفاق خواهد افتاد، این اتفاق میفته، از اونی که میترسی میافته این اتفاق. بعد دو ساعت از این جمله من نگذشته بود، خانونه چست دیگه، دو ساعت از این جمله من نگذشته بود، نمیدونم سر چی این جاله عصبانی شد، داد بیداد وای فلان نمیدونم، من پلیس صدا میکنم. گفتم هر کاری دوست داری بکن، داد بیداد آی اون اون. من دیدم هر کار این که مثلا تو اون خونه که هستم نمیتونم باهاش چیز کنم، اتفاقا خیلی دختر خوبیه، خیلی هم دوستش دارم. خب در این کو، آها درش اینجاست. بعد گفتم خب این که داره بعد و بیرا میگه فوش میده ناراحتی فلانی، تو خونه من از برلین اومده بود، اصلش هم میخواست برلین. کاری که کردم کلیدمو برداشتم رفتم بیرون، گفتم یه دور بزنیم برای خودش تو خونه فوش بده هر کاری میخواد بکنه. رفتم بیرون یه دور زدم و کنار یه درختی نشستم، یکم یه چند تا نفس کشیدم. بعد از یه مدتی اومدم دیدم آروم شده و چیز کرد و وسایلشو بر به زیا زنگ زده بود و نمیدونم به زیا گفته بود بیا منو ببرو. مرسی چه قلبای سیاه و با قرمز همراه با این لباس من ست. این موجیات هست. بعد آره این عسل خیلی خوبیه. هیچی دیگه، شب دیدم که رسیده به برلین و زنگ زده. زیبا چرا این اتفاق افتاد؟ من اینو گفتم. خب آروم شدی؟ خب حالا الان میتونیم بشینیم مثلا ببینیم چی بوده. گفت من اصلا چرا اصلا تو رو از دست ندادم؟ گفتم به خاطر چند تا فوش، به خاطر چند تا بد و بیرا، به خاطر اینکه عصبانی شدی. خب رفتم بیرون دیگه، رفتم بیرون. بعد گفت نمیدونم، و البته اصلا گفتم خب حالا یه چیزی بود اتفاق افتاد، ترس تریخ مهم اینه. جواب اونایی که من چی دارم میخورم نیم نیست باشم، همیشه میرزم تو آب. بعد با تواش، تواش هم خیلی مهم. بچه هم میدین امروز چه روزیه دیگه؟ روز جهانی 13 اکتبر بدون سوتیان. نه به سوتیان، نه به کرست. پاریس کرستاش رو میدازم بالا، میدازم. و از این روز شروع کنید سوتیان نبندید. حالا من یک کلیپ دارم بعد از این لایوم، اونو میذارم براتون.
و میگم که چرا من صوتیان نمیبندم و از کی نمیبندم و چقدر تاثیر میذاره رو سلامتی، راحتی، سیرکولیشن بدن، جریان خون. حالا یکی میگه آی سینت افتاده فلان، اینا رو ول کنید، خودتون رو فدای مناسبات یا القاعات جامعه نکنید، خودتون رو دوست داشته باشید. الان خیلی از دوستای من صوتیان نمیبنده، فوزیان که میاد نمیبنده، نمیم گهگاه ممکنه ببنده اونم، خیلی وقت مندی خیلی وقت نمیبینم اونم نمیبنده. آره خب این کسایی که میبندن دیگه، سفت هم میبندن، خب بعدا ببینید که البته یکیش از ناامنی رو روانیه ها. شما از نظر مثلا منم کوچیک بودم تو این کتاب سیبا نوشته بودم، فهم کردم مثلا سینه چیه، سینه من ناراحت بودم مثلا سینه، گفتم من نمیخوام سینه داشته باشم، من نمیخوام سینم در بیاد، من نمیخوام فلان، مثلا یه دافعه داشتم. بعد این سینه و پستان برای چیز یه الغاءاتی تو که تو جامعه به ما میکنن باعث میشه که شما اصلا احساس بکنید که باید اینو ببندید، مثل کسی که شورت میپوشه و بعد میگه محکم ببنده، مثلا انگار یه حفاظی براش باشه. در رابطه با لباس هم همینه، در رابطه با چادر هم همینه. خیلی ها که چادر سرشون میکنن، منم البته یه زمانی که چادر سر میکردم سر این مسئله بود که احساس میکنم به من یه امنیت درونی میده، ولی خب این امنیت درونی در واقع از درون ما، از وجود ما باید این حس ایجاد بشه، نه اینکه ما فکر کنیم که وسیله اینو به ما میده. مقطعی بد نبود. خب اینم بهتون میگم، من هیچ وقت نوشابه نمیخرم. حالا ممکنه نوشابه یه جایی باشه بخورم یه قلوبی، ولی خودم نوشابه نمیخرم. بوده که بچه های نوشابه آوردن، گفتم خب ببرید برگردونه شما استفاده میکن، مثلا گفتم حالا بذار بمونه دیگه، گفتم باش. حالا شل میشه، میگید که شل میشه، اتفاقا یه مسئله براتون بزنم در رابطه با همین سوتیه. ببینید شما فکر کنید سینه های شما مثل یه آدمی هن که عصا اینا رو گرفته نگهشون داشته. این آدمی که همیشه با عصا رفته، وقتی شما بهش بگید بدون عصا را برو، چجوری میشه؟ چجوری میشه؟ احساس ناامنی، اینجوری اینجوری میشه، نه من الان میفتم، شل میشه، میفته فلان، آه چی میشه. این طبیعیه، وهله اول طبیعیه که نه، نرماله. یعنی این حسا، این ترساتون که میاد نرماله. اما تصور کنید، ببین تصور کنید عصر رو میخواییم بذارید کنار، از صندلی بره کنار، عصر رو میخواییم بذارید کنار و خودتون برید. چی جوری؟ اولش یه ذره صندلیه رو ببرم عقب‌تر خودم دیده بشه. اولش یه ذره حالت ناامنی دارید، ولی بدن وقتی وایس بدونه، وقتی بدن بدونه که اسانیست، اون وجودن سعی میکنیم بدن رو صرف نگه داره. بعد تمام این عضلات بدن، تمام این وجود شما تحریک میشه که خودش رو، این عضلات رو منقبض بکنه که نیفته، بنا به اون تنازع بقایی که توی انسان هست و بنا به اون غریزه‌ای که توی ماها هست. حالا عضلات سینه هم وقتی میبینن که دیگه اون عصا نیست، اون سوتیان نیست، اونا اون سینه بند نیست، اون کورست نیست، چیکار میکنن؟ عضلات وهله اول ناامنه، ولی بعد شروع میکنن به صفر شدن، صفر شدن، صفر شدن، چون باید نگه داره دیگه. اینه که عضلات سینه کسانی که سوتیان نمیبندن
از اونایی که میبندن عضلات سینه‌شون قوی تره. بعد چرا میگن که جلوگیری میکنه از سرطان سینه؟ چرا میگن یکی از علل این فشاری که شما وارد میکنید، این سیرکولیشن که باید تو گردش خونی که باید توی عضلات یا توی سینه باشه، شما اونو محدودش میکنید. تصور کنید که یه دونه جوبه، توی این جوب شما رودخونه داره میره، بعد شما هی وسطش یه مانع ایجاد میکنید. این مانع چیکار میکنه؟ اون سیرکولیشن رو محدود میکنه. خب زیبایی زن به صوتیان، خب شما برو زیبایی زن به آرایشش، زیبایی زن به موهای بلندشه، زیبایی زن به عمل جراحیشه، زیبایی زن به کونه فلانشه، زیبایی زن به ناخونای فلان، برو همونه باش که هستی. سیستم بکش خوشکلم کن که بخوای اینو القا میکنی. زیبایی زن اصلا زیبایی شناسی علمه. زیبایی زن یه چرت و پرتی رو یاد گرفتی، مثل توتی بلغور میکنی، تکرار میکنی. شما اصلا مریض نمیشی؟ خب من نمیگم من اصلا مریض نمیشم، ولی خب شما نگاه کنید ببینید تو مدتی که من بودم، خب شما فکر کنید من رفتم، حالا البته هفته آینده 21 این دیگه قالب گیری شده و دندونای این دوتا دندون من هم چیز میشه. خب به هر حال من پیش دکتر هم میرم، ولی خب شما ببینید تو مدتی که منو میشناسید تو این 5 سال چند بار رفتم دکتر، چند بار چیز کردم، چند بار من مسائل روزمره خودم رو بهتون میگم، سردرد خودم یا مثلا قرصایی که میخورم، من کجا قرص میخورم، من حتی یه دونه قرصه برای چیز بود اون روزی که پیش محسن بودم سردرد داشت، محسن گفت من چیز میخورم، مسکن میخورم، ایبوپروفن. گفتم که من نمیخورم، من همینطور با چند تا نفس عمیق و با چند تا یکم نمیدونم آب خوردن و چند یه دوتا شیشه آب خوردم و اینا، گفتم که حال من خوب میشه. خوب شد دیگه. من نمیتونم بگم من اصلا مریض نمیشم، ولی خب شما میبینید، مقایسه میکنید، میبینید که در رابطه با این سلامتی بدن من رو مقایسه میکنید با اونم. منم 10 سال دکتر نرفتم، چه عالی، چقدر خوب. یه دوستی دارم به اسم ولفگانگ، سرطان چیز داشت، سرطان چی داشت یادم نیستش، نمیدونم یه سرطانی داشت یادم نیست. بعدش این میگفتش که من سرطان خودم رو با شیوه های مختلفی که خودم داشتم، که همونیه که با روتیل، همون که با روتیل فیلم گرفتم باهاش، اصلا هیچکی باورش نمیکرد که این نمیدونم 70 سال سنشه، اینقدر که سرزنده و خوب و موهاش، اصلا موهاش هم طبیعی سیاه. بعد میگفت من دکترا رو اربایتلوس کردم، یعنی بیکارشون کردم. سیستمی هستش واقعا، شما بعد از یه مدتی اصلا، خب دکترام خیلی دوست دارن مریضشون بیاد، که مثلا شما فکر کنید این سیستمی که ما تو روان پزشکی داریم بر چه اساسی. خب این هم از شما. نسبت به سنت خیلی زیبا هستی و زیبا حرف میزنی، مرسی. هرچی طبیعی تر بهتر، در هم حس خوبی دارم حرفاتو میشنوم. تو آلمان زندگی ساده است، تو ایرانم خیلی ها شروع کردن، خیلی ها شروع کردم، و چون که الان اینترنت و این رسانه ها، این سوشیال میدیا باعث شده که مثلا الان من یه چیزی که میگم میبینم بچه های ایران خیلی بیشتر از من میدونن، به خاطر مثلا من اصلا توفو رو اینجا آشنا شدم، توفو اینجا آشنا شدم چند روز پیش، هفته پیش بود یا 2 هفته پیش بود، یک شنبه گذشته. خب من که رفته بودم آشناش و اومدم به بچه ها گفتم، دیدم بچه ها چه چیزایی در این رابطه ها میدونن، در رابطه با مسئله ریسایکلینگ، بازیافت، نمیدونم نه به پلاستیک، نه به یه سری کسایی هستن که یا اصلا خیلی کسا استایل زندگیشون تغییر کرده،
من دارم میبینم دیگه بچه هایی که من 5 سال این گروه رو دارم، تو این گروه شاید بالای 5000 نفر اومدن رفتن و این بچه ها خب تغییراتشون رو میبینم، تغییراتشون رو میبینم. راجع به پوستت هم گفتم که پوست من در رابطه با همین که شما و استایل زندگیتون، استایل زندگیتون دو بُعد داره، یکی روانی یکی جسمی. خب شما همین که اصلا فرض کن نوشابه، فست فود، فلان اینها چقدر توی اصلا بدن من، من اون دفعه حالا یه مرغ خیلی خیلی خوب بود ولی همینایی بود که فوزیه مثلا از توی مغازه ها گرفته بود و اینها آماده بود، اصلا خیلی هم ظاهرا خیلی خوب بود دیگه، مثلا نمیتونست مثلا یه چیز بدی باشه، ولی خب مثلا بدن من دافعه نشون داد به این مثلا. بدن فوزی هم همینطور خیلی خوبه، اونم جالب میگه نمیتونم مثلا این فست فودا و اینجور چیزا رو بخورم. یکی استایل زندگیتونه که چه جوری در رابطه با تغذیه، در رابطه با نمیدونم اسم من هیچ وقت سیگار نمیکشم، مثلا مشروب خیلی 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 به ندرت، اصلا تو مجامعه که مثلا صرفا مشروب خوری و اینا از شرکت نمی کنم، قلیون اصلا تا حالا لب نزدم و به هر حال این تحرکی که من دارم، بعد غذاهای بسیار سالم، بعد تنبلی کردن، شما تنبلی کردن رو به شما میگم یکی از مهمترین روش هایی که متخصصین پوستم الان میگن، یعنی شما وقتی که یه کاری رو به خودت وادار نمی کنی، حالا درس، کارش، نمیدونم کار خونه است، وظایفی که به مادرت داری، وظایفی که به بچت داری، اینا رو باید و نباید رو که برمیداری، چروکای صورتت میره، میگه امروز میخوام به خودم برسم، امروز میخوام به کارام برسم، بخوام اصلا میخوام هیچ کاری نکنم، میخوام اصلا بخوابم، میخوام فلان. این باید و نباید ها رو برداشتن و تنبلی کردن، تنبلی رو زشت ندونستن و اینکه بدن شما در برابر باید و نباید هاست که یک دفعه احساس بی‌حوصلگی، احساس تنبلی، احساس اینها میکنه. باید سرزنشش هم نکنید و بهش فرصت بدید. از اون ور هم در رابطه با چیز مسئله عقده های روانی، کمپلکس های روانی، هر رازهایی که ما تو درون خودمون داریم، به میزانی که شما هر ناگفته‌ای در وجودتون هست، یک عقده در وجودتونه و این عقده ها رو هر چقدر که باز میکنید، روانتون بهتر بهتر و تأثیر بهتر شدن روانتون رو شما توی اولین جایی که حسش میکنید پوستتونه. و این در این رابطه هم کلیپ هایی دارم که اگر دوست داشتید میایید بهتون میدم. روشنی بخش جهان تو ما روش طبیعی شبا یکی گفت روش بزن بارز دنیا لپا به لبا با یک دیگر ما پیش تو تنها بودی مفتون و شیدا هر قطع باشد